دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیش اومده تا در خدمتتون باشم. سوالی که این دفعه قرار هست که مطرح بشه و صحبت کنیم در موردش این هست که چطوری میتونم بهتر حرف بزنم و در جمع ها مکالمه موفقی داشته باشم. سوال بسیار خوبی هست، این که ما چطوری میتونیم گوینده خوبی باشیم، که شروع میشه با اینکه شنونده خیلی خوبی باشیم. یعنی وقتی که شما توی مکالمه دو نفره یا چند نفره هستید، اگر شنونده خوبی باشید میتونید با شنیدن جزئیات به موقع وارد بحث بشید بدون اینکه بحث رو قطع کنید. در واقع در جریان بحث وارد میشید بدون اینکه آسیبی به مکالمه و بحث زده بشه و به جزئیات توجه کردید. ضمن اینکه برای شنونده خوب بودن ما میتونیم شنونده فعال هم باشیم، که مفهومش این هست که ما بتونیم توجه بدیم، آی کانتکتمون رو نگه داریم، تماس چشمیمون رو نگه داریم به اندازه کافی، زل نزنیم ولی نگه داریم تماس چشمیمون رو. از طرف دیگه صحبت هایی که میشه رو به اندازه فیدبک بدیم، برگردونیم در موردش سوال بکنیم تا مطلب باز بشه. اینها از عواملی هستن که ما میتونیم خیلی سریع خودمون رو وارد اون جمع کنیم برای اینکه صحبت کنیم یا وارد اون مکالمه بکنیم که صحبت داشته باشیم. اما بعد از اون حواسمون باشه که قضاوت نکنیم. اگر چیزی که داریم میگیم قضاوت داره یا مقایسه داره، دوباره جمع رو از ما دور میکنه، یعنی در واقع ما به بیرون از جمع رانده میشیم و آدم ها از مکالمه با ما لذت نمیبرن. قضاوت کردن یعنی اینکه من خوب یا بد ارزش گذاری میکنم، یا اینکه میگم تو اشتباه میکنی، یا میگم که این نظر من درسته و روش پافشاری میکنم که نظرم درسته. مقایسه کردن هم میتونه با مقایسه خودم باشه، یعنی اینکه مثلا کسی میگه من دیشب خوب نخوابیدم، من میگم من دو شب خوب نخوابیدم، یا منم یه بار اینطوری شده بودم. اینها همه مقایسه کردن هست با خودم، یا با دیگران مقایسه کردن که کسی داره نظر میده و صاحب نظره، حتی که صاحب نظر نیست داره نظرشو میده و شما میگید آره فلانی هم اینو گفتش و نظر این رو میخواین رد کنید. این باعث میشه که اون طرف خاموش بشه و نتونه با شما مکالمهش رو ادامه بده. در نتیجه شما میتونید نقطه نظر خودتون رو بگید و با شروع کنید با اینکه نظر من هم این هست که، و نظر خودتون رو بدین بدون اینکه بخواید به نظر کسی دیگه لطمه بزنید. از طرف دیگه توی این صحبت کردن صادق باشین، یعنی که واقعا نظرتون این نیست، این کار رو انجام ندین. صادق بودن و اون چیزی رو که میخواین و باور دارید در موردش صحبت کنید و بگین آدم ها رو بیشتر جذب میکنه تا اینکه بخواید به صورت ساختگی ادای چیزی رو در بیاریم که نیستیم، یا باور نداریم، یا نمیخوایم، یا اصلا دوست نداریم در موردش صحبت. در نتیجه این هم میتونه بهترین چیزی باشه که میتونه به ما کمک کنه. مطلب بعدی که یادداشت کردم حتما تکرارش کنم اینجا و بگم این است که یه مطلبی رو زیادی باز نکنیم یا زیادی توضیح ندیم. ببینید وقتی که ما داریم به گویندمون توجه، به شنوندمون توجه میکنیم، وقتی داریم مطلبی رو میگیم حواسمون باشه که اگر اون خسته شد صحبتمون رو کوتاه کنیم، اگر که هنوز جالبه براش که ادامه بدیم ادامه بدیم. در غیر این صورت در یک حد نه خیلی طولانی و نه خیلی کوتاه این رو خلاصه کنیم و مطلب رو بگیم. اگر که طرف متوجه نشد اون وقت میتونیم یه توضیح بیشتر بدیم و حواسمون باشه که باز هی خودمون رو تکرار نکنیم. یعنی وقتی یه بحثی رو باز کردیم، یه چیزی رو گفتیم، دفعه بعد دوباره اون رو نگیم، دفعه بعد دوباره اینو نگیم. یعنی در واقع ما اگر خودمون رو هی تکرار بکنیم، همین کاری میشه که الان من میکنم. سه بار تا به حال این مطلب رو به عمد تکرار کردم که خودتون رو تکرار نکنید. آدم رو خسته میکنه، فکر میکنم که این که گفت چرا دوباره داره میگه، و وقتی چیز تازه‌ای از توش در نمیاد خستش میکنه، همونطور که الان احتمالاً شما همین سوال براتون پیش اومده. مطلب دیگه این که از زبان بدن به درستی استفاده کنیم، یعنی زیادی با دست و پامون حرف نزنیم و خیلی کم و بسته هم نباشیم برای حرف زدن. یک چیزی بین اینها برای اینکه بتونیم احساس مناسبی رو به شنوندمون منتقل کنیم.
از طرف دیگه میتونیم رو حرفایی که اون میزنه، اگر حتی مطلب رو خیلی نمیدونیم یا متوجه نشدیم، یک جمله ای رو تکرار کنیم و ازش بپرسیم آیا منظور شما اینه، و بعد بهش فیدبک مناسب بدیم. یعنی در انتهای مکالمه بگیم که از این بخش صحبت ها من خیلی لذت بردم و خیلی استفاده کردم، و یا مثلا نقطه نظر تازه‌ای برام باز شد که اینه، اگر حقیقت داره اینهایی که داریم میگین، ولی منظور من اینه که یک فیدبک مناسب، یک بازخورد مناسب به اون طرف برای اون مکالمه بدین. و یادتون باشه که بهترین شنونده ها کسانی هستن که بهترین گویندن. یعنی شما هرچی روی شنیدنتون تمرین کنید، میتونید روی گفتارتون هم بهتر باشین. از طرف دیگه اگر شما توی جمعی هستید که طرف بیشتر صحبت کرده، آخرش ممکنه فکر کنه که چه مکالمه خوبی داشتیم و چقدر شما خوب صحبت میکنید، در حالی که شما کلن صحبت زیادی نکردین، اون صحبت کرده و شما خوب شنیدین. یعنی باز به هدفتون از اینکه توی اون جمع باشید و بتونید توی اون جمع قاطی بشید، صحبت کنید و تبادل نظر کنید رسیدید. و اگر بخواید نظر کسی رو جلب بکنید، از نظر دوستی، کاری، هر چیزی، میتونید باز بگین که به این نقطه نظر رسیدم. مهمتر از همه این که اعتماد به نفس داشته باشین و در مورد چیزی که نمیدونیم بگیم نمیدونیم. اگر چیزی رو که نمیدونیم بخوایم آسمان و ریسمون رو به هم ببافیم که جوابی براش پیدا کنیم، معمولا موفق نمیشیم. و اگر هم موفق بشیم، احساس خوبی رو برای خودمون نمیذاریم، برای طرفم نمیذاریم، و همیشه فکر میکنیم که اوکی، یعنی که بفهمه که من اینا رو به هم بافتم اون وقت چی. در نتیجه صادق باشیم، راحت باشیم، خوب بشنویم، خوب بازخورد بدیم، خوب منتقل کنیم مطالبمون رو و بذاریم که مکالمه جلو بره. و اگر جایی داریم میریم که میدونیم این جمع در مورد چی هست، از قبل در موردش یک کمی مطالعه کنیم، یک کمی آگاهی کسب کنیم. مثلا اگر شما دارین توی یک جلسه بیزنسی میرین در مورد مثلا وارد کردن فرنیچر یا مبلمان، برید در مورد فرنیچر و مبلمان یا در مورد صادرات و واردات یه مطالعه کوچیکی بکنید، یه اطلاعاتی داشته باشین در اون مورد خاص. اگر دارین میرین توی جلسه روانشناسی، یک کمی در مورد روانشناسی بدونید. اگر دارین میرین تو جلسه مد، یک کمی در مورد مد بدونید. در غیر این صورت تو جلسه مد شما سکوت مجبورید بکنید، یا اگر قرار نظر بدین، نظراتتون احتمالاً آپدیت نیست، به روز نیستش و خرابکاری میشه. پیشنهاد من اینه که مطالعه داشته باشیم. لزومی نداره ما در مورد همه چی مطالعه داشته باشیم، همه چیز رو بدونیم. اینطوری که الان خیلی مد هست میگن که اطلاعات روز رو داشته باشید، یا اینکه مثلا یک اقیانوس اطلاعات به عمق 1 میلیمتر، لازم نیست این کار رو بکنیم. ما میتونیم در مورد یک موضوعی عمق داشته باشیم، در مورد اون جایی که داریم میریم مطالعه کنیم، ببینیم که اصلا این بحثایی که قراره اونجا بشه مناسب ما هست، ما دوست داریم باشیم. اگه دوست داریم باشیم، در موردش کمی اطلاعات بدونیم. اگه من دارم میرم توی مثلا یک میتینگی در مورد فشن شو، خب لابد دوست دارم که دارم میرم اونجا، خب برم در موردش کمی بیشتر از اون 1 میلیمتر بخونم، کمی عمیق‌تر بشم که بتونم اونجا صحبت کنم و حرف بزنم. از خودتون مراقبت کنید و انشاءالله مکالمه های بسیار خوبی رو داشته باشید. تا ویدیوی بعدی، عاشقتون.